تسلیت میگم مرگ ملکه الیزابت پلید رو به اون دسته از براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی که با مرگ ملکه پلیدی ها داغدار شدن. امیدوارم که زود به زود شاهد مرگ چنین افراد پلید و جنایتکاری که بلاهای بسیاری سر ملتهای مختلف آوردند باشیم. و اما بعد. سلام و درود به همه شما عزیزان، امیدوارم که سالم و سلامت باشید. توی این برنامه میخواییم واکنش های عجیبی که برخی از ایرانی ها به مرگ ملکه نشون دادن رو با هم ببینیم. البته آدم شرمش میشه که بگه اینا ایرانی هست. وقتی ملکه مرد دیدم افرادی مثل رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، سینا دلقک، پوریا زراعتی و سیاوش اردلان اینا اومدن توییت زدن در این مورد. حالا توییتاشو با هم میبینیم. هم خنده دارند و هم تأسف آور. میگن آقا ما تسلیت میگیم، هم درد هستیم با جامعه انگلیس. آخ که ملکه چه آدم خوبی بود. شاید باورتون نشه ولی واقعا اینا رو گفتن. خب اول توییت رضا پهلوی رو ببینیم. این رضا پهلوی پسر شاه واقعا از پدرش هم نادونتره. ببینید چی نوشته. رضا پهلوی نوشته که من و خانواده ام در سوگ درگذشت اولیا حضرت فقید ملکه الیزابت دوم به مردم بریتانیا و جامعه جهانی می پیوندی. و در ادامه چرت و پرت های دیگه هم میگه که بی خیالش. آخه مردک، انگلیس در دوران همین ملکه تا تونست به ایران ضربه زد. پدر پدرت هم در آورده بودن. حالا تو میای میگی ما تسلیت میگیم؟ عجب آدم خوبی بود. واقعا خجالت آوره. خب حالا بریم سراغ مسیح علی نژاد، کسی که واقعا سوزش پیدا کرد از مرگ ملکه. وقتی ملکه مرد اومد توییت زد در مورد رهبر انقلاب و گفت که من دوست دارم خامنه ای فلان بشه، بهمان بشه. خب این حرف از روی سوزشه. این آدم سوخته که داره این حرفو میزنه. من پیشنهاد میکنم به مسیح علی نژاد بره داروخونه یه پماد کالاندولا بخره بماله به خودش، بلکه سوزشش برطرف بشه. اگر سوزشش برطرف نشود زنگ بزنه به کی؟ آتش نشانی. مورد بعد آقای سیاوش اردلان نوشته با وقار، خیشتندار، وظیفه شناس، وحدت بخش، فروتن، خدمتگزار و مشروطه. تنها پاسخی که باید به این حرف سیاوش اردلان داد اینه: خاک بر سرت. آخه ملکه در بدبختی مردم افغانستان، عراق، سوریه، یمن، آفریقا، در بدبختی ملت‌های مختلف نقش داشته. بلاها سر مردم آورده، تو میای مینویسی فروتن، خدمتگزار، وحدت بخش. واقعا خاک بر سرت. بریم بعدی. بعدیش پوریا زراعتیه که یک عکسی از محمد رضا پهلوی در کنار ملکه منتشر کرده، نوشته برگی از تاریخ، ملکه الیزابت دوم در کنار محمد رضا شاه پهلوی. البته من فکر میکنم اینا چون در لندن زندگی میکنن تو همون انگلیس، اگر چنین توییت هایی نزنند، اگر این حرف ها رو نزنند بهشون گیر میدن، واسه شون بد میشه. بالاخره باید واسه ملکه عزاداری کنن. اینا تو انگلیس زندگی میکنن دیگه. اما چیز دیگه ای که هست اینه که محمد رضا پهلوی از این انگلیس، کلن از غربی ها خیلی دلخوشی نداشت. اینا تو کتابش هم آورده. حالا شمایی که میای از شاه دم میزنی دیگه نیا از این مزخرفات بگو. بعدی هم که سینا دلقکه، سینا ولی الله. اینم عکسیه که منتشر کرده و شما دارید میبینید. این حرفایی که اینا زدن، این واکنشایی که نشون دادن، نشون میده که یا نمیفهمن و نخود مغزن، یا خودشونو به نفهمی زدن و شرافت رو زیر پا گذاشتن. که البته کسانی که با انگلیس و آمریکا و اسرائیل و عربستان با اینا همکاری میکنند قطعا شرافت رو زیر پا گذاشتن و وطن فروشن، خائنن. اینا براندازای جمهوری اسلامی هن. همین احمقا، همین خائنا، همین وطن فروشا. میگن جمهوری اسلامی بره تا این حقیرا و بدبختا بیان رو کار، این مزدورای برده صهیونیسم. و واقعا کسی که اینا رو دنبال میکنه و به حرف اینا گوش میده باید به عقل خودش شک کنه. آقا دمتون گرم، با ما همراه بودید. لطفاً ما رو با سابسکرایب کردن و لایک کردن برنامه ها حمایت کنید. برنامه های دیگه کانالمون هم خوشحال میشیم اگر برید ببینید. دمتون گرم.
تا یه برنامه دیگه، بدرود.